از این توطئه ها مرتب پی در پی از سوی آنها انجام میگیرد، بی فایده بی اثر. میگن میخواهیم ایران رو منزوی کنیم. جمهوری اسلامی ایران در روزهای اخیر اتهام جدید امریکا را تکذیب کرد که گویا رهبران تهران قصد انجام عملیات تروریستی در خاک امریکا برای کشتن سفیر عربستان در واشنگتن را داشتند. مقامات ایران تصریح می‌کنند که با تروریسم بیگانه‌اند و اینکه خود قربانی اصلی تروریسم در این سال‌ها بودند. چرا نیروی قدس باید همزمان هم مورد هدف جریان‌های تروریستی باشه، هم هدف جریان‌های دیکتاتوری و برخی دیکتاتورهای منطقه باشه؟ و با این حال اسناد و شواهد زیادی نشان می‌دهند که ترور سازمان یافته در خارج از کشور جزئی از روند شکل‌گیری و استقرار حکومت اسلامی در ایران بوده است. نخستین قربانیان ترور در خارج از کشور شهریار شفیق و علی اکبر طباطبایی بودند. علی اکبر طباطبایی در تابستان سال 1980 به دست یک سیاه پوست مسلمان امریکایی در واشنگتن دی سی ترور شد. His name is Ali Akbar Tabatabai, who formerly served as the press attaché for the former Shah of Iran. در پی این ترور قاتل به ایران گریخت و سالها بعد نقش یک پزشک انسان دوست را در یکی از فیلم‌های محسن مخمل باف بازی کرد. I'm a black American. What are you doing here? That's a long story. سپس نوبت به ترور ارتشبد غلام علی اویسی و برادرش حسین اویسی رسید که در یکی از خیابان‌های پاریس در 18 بهمن ماه سال 1362 کشته شدند. حمید رضا چیتگر بهمنی در سال 1987 در وین به قتل رسید. در همین شهر عبدالرحمن قاسملو رهبر حزب دموکرات کردستان ایران به همراه 2 دیگر از مسئولان این حزب، عبدالله قادری و فاضل رسول، در ژوئیه سال 1389 در جریان مذاکره با فرستادگان رئیس جمهوری وقت ایران علی اکبر هاشمی رفسنجانی به قتل رسیدند. فرستادگان رئیس جمهوری وقت ایران یا در واقع عاملان این قتل محمد جعفر صحرارودی، حاجی مصطفی لاجوردی و امیر منصور بزرگیان بودند. کاظم رجوی، برادر مسعود رجوی و از اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران در سال 1990 در محل اقامتش در سوئیس به قتل رسید. بازپرس تحقیق در سوئیس 13 تن از کارکنان رسمی سفارتخانه جمهوری اسلامی ایران را در برن متهم به شرکت در قتل کاظم رجوی کرد. 3 بعد از ترور عبدالرحمن برومند، شاپور بختیار، رهبر نهضت مقاومت ملی ایران و منشیش سروش کتیبه در 29 فروردین ماه 1370 به دست مأموران حکومت اسلامی با ضربات کارد در پاریس به قتل رسیدند. یکی از قاتلان علی وکیلی راد از سوی دادگاه پاریس به حبس ابد محکوم شد که همزمان عالی‌ترین مقامات جمهوری اسلامی ایران را متهم به دست داشتن در ترور شاپور بختیار کرد. بیش از 15 سال بعد دولت فرانسه علی وکیلی راد را آزاد و به دولت ایران تحویل داد. پیشتر شاپور بختیار در اوائل دهه 1980 از سوی یک گروه لبنانی به رهبری انیس نقاش هدف یک سوء قصد تروریستی نافرجام قرار گرفت. انیس نقاش سال هاست که به کار پر رونق تجارت در ایران مشغول است و از اعضای فرماندهی سپاه پاسداران ایران به شمار می رود. در بهار سال 1987 یک رشته انفجار و سوء قصد تروریستی پاریس را در وحشت و نگرانی فرو برد. 10 نفر از شهروندان فرانسوی در نتیجه این سوء قصدها کشته و زخمی شدند. دولت فرانسه 5 لبنانی را به اتهام دست داشتن
در این سوء قصدها شناسایی و دستگیر کرد و وحید گرجی مترجم سفارت جمهوری اسلامی ایران در پاریس رسماً به عنوان سازمان دهنده ترورها و رابط حکومت اسلامی و سوء قصد کنندگان از سوی پلیس و دادگستری فرانسه تحت پیگرد قانونی قرار گرفت. وحید گرجی برای گریز از پلیس به سفارتخانه جمهوری اسلامی ایران در پاریس پناهنده شد و عاقبت در نتیجه مذاکرات حکومت‌های پاریس و تهران اجازه یافت خاک فرانسه را به قصد ایران ترک کند. اندکی بعد از این معامله، دو روزنامه‌نگار فرانسوی اسیر در لبنان توسط حزب الله این کشور آزاد شدند و به کشورشان بازگشتند. در ششم سپتامبر 1992، فریدون فرخزاد، شاعر، خواننده و شومن سرشناس که در برنامه‌هایش حکومت اسلامی ایران را سخت مورد انتقاد قرار می‌داد، به طرز فجیحی با ضربات کارد در منزلش در آلمان به قتل رسید. چندی بعد، صادق شرفکندی، دبیر کل حزب دموکرات کردستان ایران، به همراه فتاح عبدلی، همایون اردلان و نوری دهکردی در 26 شهریور ماه 1371 در رستوران میکونوس برلین به قتل رسیدند. دادگاه رسیدگی کننده به این جنایت در برلین در 10 آوریل 1997 آیت الله علی خامنه‌ای، آیت الله علی اکبر هاشمی رفسنجانی و حجت الاسلام علی فلاحیان را به عنوان آمران جنایت رستوران میکونوس معرفی کرد. قاتلان این جنایت کاظم دارابی کازرونی و عباس رایل عضو حزب الله لبنان به حبس ابد محکوم شدند. چند تن دیگر از قاتلان ایرانی و لبنانی از جمله مرتضی غلامی موفق شدند به ایران و لبنان بگریزند. در آن زمان هفته‌نامه آلمانی اشپیگل با استناد به گزارش اطلاعاتی در مورد این قتل نوشت سوء قصد تروریستی میکونوس توسط شعبه سرویس‌های مخفی حکومت ایران در بن و با اسم رمز بزرگ علوی تحریزی و اجرا شد. اشپیگل اضافه کرده بود که وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران دارای مهمترین شعبه در میان سرویس‌های مخفی ایران در آلمان است و سفارتخانه جمهوری اسلامی در بن در واقع مرکزی برای تحریزی عملیات تروریستی در سطح اروپا است. این شعبه در طبقه حفاظت شده‌ای در سفارتخانه ایران در بن در سالهای 1986 و 1987 به وجود آمد و دارای یک اتاق مخابرات و دست کم 20 کارمند دائم بوده است. اشپیگل تصریح کرده بود که در پس جنایات خارج از ایران یک قدرت حکومتی با تمام امکانات مالی و فنیش قرار دارد. سوء قصدهای تروریستی در خارج از کشور به قیمت جان صدها تبعیدی در بیش از 3 دهه اخیر تمام شد. برخی از این قربانیان عبارت بودند از رضا مظلومان، کورش آریامنش، بیژن فاضلی، محمد حسین ارباب کاظمی، حامد منفرد، محمد قادری، تاما کرمانج، غفور حمزه‌ای، فرزانه احمد حامد، غلام کشاورز، صدیق کمانگر، اکبر محمدی، خلبان پیشین علی اکبر هاشمی رفسنجانی که در سال 1987 در هامبورگ به قتل رسید، سیروس الهی، محمد حسین نقدی، بهروز شاهرودیلو، فاضل رسولی و صدها تن دیگر که ذکر اسامیشان در این مجال میسر نیست. یکی از نهادهای نظامی اطلاعاتی که متهم به دست داشتن در این گونه عملیات بوده سپاه قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران است که از آن به عنوان بازوی عملیات تروریستی سپاه پاسداران ایران در خارج از کشور یاد می شود. فرماندهی سپاه قدس را همکنون سردار پاسدار قاسم سلیمانی بر عهده دارد که به تازگی از سوی دولت امریکا به دست داشتن در طرح ترور سفیر عربستان در خاک امریکا متهم شده است. از جمله عملیات خونینی که دولت‌های غربی به سپاه قدس نسبت می‌دهند، سوء قصدهای تروریستی اول دهه 1990 علیه انجمن همیاری یهودیان آرژانتین در بوینس آیرس و نیز سفارتخانه اسرائیل در این شهر است
که دست کم 114 کشته و صدها زخمی بر جای گذاشت. در این زمان فرماندهی سپاه قدس بر عهده سردار پاسدار احمد وحیدی وزیر کنونی دفاع در دولت محمود احمدی نژاد بود. به غیر از احمد وحیدی 4 تن دیگر از رهبران جمهوری اسلامی ایران از جمله وزرای دفاع و امور خارجه وقت و همچنین فرمانده وقت سپاه پاسداران ایران رسما از سوی دولت آرژانتین متهم به دست داشتن در این سوء قصد خونین تروریستی شدند. به دلیل همین اتهام بود که دولت بولوی در ماه مه گذشته احمد وحیدی را که سرگرم یک بازدید رسمی از این کشور بود از خاک بولوی اخراج و مراتب عذرخواهی خود را تسلیم دولت آرژانتین کرد که خواستار جلب و استرداد احمد وحیدی به این کشور شده بود. در سپتامبر سال 2003 نیز به درخواست دولت آرژانتین هادی سلیمان پور سفیر سابق جمهوری اسلامی در آرژانتین در زمان سوء قصدهای خونین اول دهه 90 علیه یهودیان این کشور در لندن دستگیر شد. اما دولت انگلستان با این استدلال که دلایل کافی در تایید دست داشتن هادی سلیمان پور در سوء قصدهای تروریستی بوینس آیرس در دست نیست از تحویل وی به دولت آرژانتین خودداری کرد. دولت امریکا مدعی است که سپاه قدس در عراق و افغانستان بسیار فعال است و بسیاری از سربازان امریکایی در این دو کشور در نتیجه عملیات سپاه قدس کشته شده اند. لئون پانتا وزیر دفاع امریکا در یکی از آخرین سفرهایش به عراق هشدار داد که دولت امریکا اقدامات سپاه قدس را بی‌پاسخ نخواهد گذاشت. در هفته‌های گذشته دولت امریکا این بار سپاه قدس را به تریزی عملیات تروریستی در خاک این کشور متهم کرده است. عالی‌ترین مقامات امریکایی به ویژه باراک اوباما صریحاً گفتند که عناصری از حکومت ایران از جمله فرماندهان سپاه قدس قصد داشتند سفیر عربستان را در رستورانی در واشنگتن به قتل برسانند که می توانست در صورت عملی شدن به کشته شدن شمار کثیری از شهروندان امریکایی نیز منجر شود. به گفته دولت امریکا در این عملیات حکومت اسلامی ایران قصد داشته است در ازای پرداخت 1.5 میلیون دلار وجه نقد و هزاران کیلوگرم تریاک یکی از کارتل‌های بزرگ مواد مخدر در مکزیک را مأمور اجرای سوء قصد در امریکا کند. مقامات امریکایی حتی بعید ندانستند که سپاه قدس بدون رهبر حکومت اسلامی ایران قصد اجرای چنین طرحی تروریستی را داشته و به همین خاطر نسبت به قدرتگیری و سلطه سپاه قدس در ساخت حکومت مذهبی ایران ابراز نگرانی کردند. مقامات اطلاعاتی امریکا همچنین گفتند که سپاه قدس همکنون سرگرم تحریزی دیگر عملیات تروریستی در دیگر نقاط و کشورهای جهان است.